مستثنانه ایم که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغیست فراخبار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغیست الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره‌ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطق و تیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موجود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند،
به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی می‌کنید. با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ با من مهران کمالپور و دوست همراه و عزیزم جناب سعید قاسمی در 16 خرداد ماه 2580 شاهنشاهی برابر با 6 جون 2021 ترسایی همراه هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. یک برنامه بسیار بسیار داغ و مهیج، پر از اطلاعات مفید و روشنگری در خدمتتون خواهیم بود و با ما همراه باشید. در آغاز برنامه جناب قاسمی، درود بر شما. خب بله، درود میگم خدمت شما جناب کمالپور و درود به همه دوستان عزیزان بچه‌های رستاخیز سیمرغ، چه داخل چه خارج از ایران، و یه درود دوباره میگم به نیروهای درون مرز رستاخیز سیمرغ که توی این مدت زحمات زیادی کشیدن و همچنان ادامه داره. خواهشی که دارم از دوستانی که الان برنامه رو لایو توی یوتیوب و توی فیسبوک میبینن، لطف کنید در حد تمامتون برنامه رو در گروه‌ها و صفحه‌ها شیر کنید. معمولا ما تو رستاخیز سیمرغ بارها گفتیم زمانی که برنامه‌های حساس و بسیار بسیار مهمی باشه، مطالبی باشه، مزاحم دوستان میشیم، میایم صحبتمون رو انجام میدیم، اصلاحمون رو ارائه میدیم و وقت یا نیت اینی که وقت دوستان رو بگیریم و وقت عزیزان رو بگیریم نداریم. بنابراین برنامه رستاخیز سیمرغ کسایی که دنبال کردن میدونن همیشه 400 قدم جلوتر از مدعیان توی اپوزیسیون ما میایم و برنامه رو ارائه میدیم. بنابراین لطف کنید دوستان، حتما حتما همین الان در فیسبوک و در یوتیوب، حتما توی یوتیوب رو بیارید توی تلگرام و توی فیسبوک هاتون پخش کنید و توی فیسبوک هم لطفا تو مسیجی برای دوستانتون بفرستید و توی گروه ها هم شیر کنید، چون برنامه بسیار بسیار مهم خواهد. بفرمایید جناب کمال. خواهش میکنم. برنامه امروز دوستان در پیج رسمی رستاخیز سیمرغ در فیسبوک، در کانال یوتیوب رستاخیز سیمرغ، در اکانت اینستاگرام رستاخیز سیمرغ و در کلاب هاوس در حال پخش همزمان هست. البته در اینستاگرام بعداً این ویدیو عوض خواهد شد و ویدیو اصلی بارگذاری خواهد شد. عزیزان در هر جایی که هستید فقط با اشتراک گذاری هم میتونید این صدا رو به همه برسونید و هم میتونید از ما حمایت بکنید. سپاسگزارم. خدمت رو عرض کنم که یکی از مهمترین مسائلی که این روزها درگیر و دارش هستیم و حدوداً 1-2 ماه پیش دیدیم، بسیاری از کنشگران سیاسی بهش شروع کردن پرداختن، تحریم انتخابات یا انتصابات باید بهتر بگیم جمهوری اسلامی در 1400 شمسی یا 2580 شاهنشاهی. بارها در مقاطع مختلف و سالیان گذشته اعلام کردیم که جمهوری اسلامی در تنگناهای مختلف از ابزار گوناگون برای ایجاد انحراف و در تله کشیدن مردم استفاده کرده و استفاده میکنه تا به اهدافش برسه، اهدافی که مافیای نگهدارنده جمهوری اسلامی براش طراحی میکنن و بهش دستور میدن تا مردم رو سرکار بذاره، مردم رو قلقم بکنه، اموال مردم رو به غارت ببره تا بقای خودش رو تضمین بکنه. خب درگیر و دار 2-3 ماه گذشته اتفاقات بسیار زیادی هم در خاورمیانه افتاد، هم در کشور ما رخ داد. ما امروز سعی میکنیم از ایران شروع بکنیم، از جمهوری اسلامی، اتفاقاتی که در طول این مدت رخ داده برای بسترسازی گذر از جمهوری اسلامی، و یه سری خواهیم زد به اسرائیل، اتفاقات اسرائیل و اینکه چه تعاملاتی با جمهوری اسلامی در منطقه در جنگ 11 روزه با لبنان داشتن، و یک فلاش بک میزنیم به انتخابات آمریکا، جو بایدن و ترامپ،
با اسناد غیر قابل انکار و اسنادی که منتشر شده و قطعا بسیاری از دوستان اطلاع ندارن و در تله بدی گیر کردن، عده‌ای به عنوان وظیفه دیگران رو در تله کشوندن و عده‌ای هم از سر خود بزرگبینی یا از سر بیخردی در تله گیر کردن. بنابراین تمام این ماهیت رو خواهیم پرداخت تا برگردیم در پایان به این قضیه بپردازیم که جمهوری اسلامی چه عاقبتی خواهد داشت، سرنگون خواهد شد یا دچار یک رفرم شکلی خواهیم شد در ایران. بنابراین با ما همراه باشید تا پایان این برنامه بسیار مهم، تا به تمام این مسائل با سند و مدرک بپردازیم. جناب قاسمی شما شروع کنید که من کلاب هاوس رو بررسی کنم، در خدمتتون خواهم. جناب قاسمی صدای منو داریم؟ مرد یه لطفی بکن، اما تصاویری که گذاشتی این مقدار خیلی زومه، اگه راستی این مقدار تصاویر بکشش عقبتر مثل این چیزایی که این تریلی های وایت قدیمی بود اگه یاد باشه. این تریلی های وایت قدیمی بود بدون دماغ ها راهنده که میشه زیدی میخواست بیفته، الان یه جورای اینجوری شد، یه مقدار تصاویر اگه میشه فرق هم نمی کنه، حالا بر چیزی پرجره چیزی پیدا مهم نیست، یه مقدار ببرش عقبتر. بچه ما صحبت کنید چند دقیقه، من رستم داره دادیدار میکنه. باشه شما برو خدمت رو هست کنم دوستان. حالا با توجه به این که جناب قاسمی مشغول هستن، ما در طول چند وقت گذشته یعنی تا قبل از سال 2580 برنامه‌ای داشتیم که بارها اعلام کردیم تا پایان انتخابات و حتی پایان جمهوری اسلامی رو ما اطلاع رسانی کردیم در برنامه هامون، گفتیم چه اتفاقاتی رخ میده. اگر خاطرتون باشه بودن یک سال نیم دو سال پیش ما پرده از طرحی برداشتیم به اسم میثاق ولایت و رفته رفته شما شاهد این بودید که این پروژه میثاق ولایت در بخش‌های مختلف در حال وقوع هست و داره انجام میشه در دل جمهوری اسلامی. اما برسیم به این که الان در کجا ایستادیم، در شرایطی که انتصابات ریاست جمهوری این رژیم در حال وقوع است، اولین دوره مناظره و سیرک مناظراتیشون رو شما شاهد بودید با چه مسخره بازی شکل گرفت، 3 ساعت 45 دقیقه مردم ایران فقط یک مشت اراجیف از 7 نفر آدم شنیدن که هیچ کدوماشون، یعنی این 7 نفر آدم رو بریزی تو چرخ گوش چرخ کنی بیاری بیرون یه آدم درست از توش نمیتونی در بیاری شنیدن. اما به دلیل اینکه جمهوری اسلامی و سردمداران جمهوری اسلامی کاملا میدونن چه اتفاقی داره رخ میده و باید اون پروژه میثاق ولایت رو طی بکنن و به اجرا بذارن، دست به یک سری حوادث زدن. جنگ 11 روزه غزه، تغییرات و دگرگونی هایی که در روابط بین اسرائیل و آمریکا رخ داد، تغییر ناگهانی رئیس جمهور اسرائیل و انتخاباتی که نمیتونه به ظاهر نخست وزیر اسرائیل رو تعیین بکنه، نشون از یک سری اتفاقات بزرگ در خاورمیانه داره. خیلی ها در زمانی که پیمان ابراهیم، صلح ابراهیم بین اسرائیل و کشورهای عربی در خاورمیانه بسته شد، فکر نمی کردن که این پیمان بخواد آشوبی رو به پا بکنه و همه فکر می کردن که خب یه اتفاق خیلی خوبیه، یک پیمان و صلح و آشتی برگزار خواهد شد، برقرار خواهد شد در خاورمیانه و حداقل خاورمیانه شاید رنگ آرامش رو به خودش ببینه. اما غافل از این بودن که این پیمان ابراهیم دقیقا همون پیمانیه که مجبور میکنه افرادی که در این پیمان اومدن وسط که در مقابل جمهوری اسلامی واستن و مجبور خواهد کرد مثل ابراهیم از وسط آتش گذر کنن و یک آتشی رو در خاورمیانه به پا خواهد کرد. بهانه های مختلفی که اسرائیل دست جمهوری اسلامی میده و در مقابلش هم جمهوری اسلامی بهانه های مشابهی رو به دست اسرائیل داده تا اینها در یک مقطعی و در یک جا سرشاخ بشن و به صورت نظامی با هم درگیر بشن، یعنی در واقع حمله نظامی به خاک ایران شکل بگیره. این حمله رو ما بیش از 2 سال پیش مطرح کردیم که جنگ در رابطه با کشور ما
غیر قابل انکار و هیچ قدرتی نمیتونه جلوشو بگیره. در دوره ریاست جمهوری ترامپ انتقال تسلیحات نظامی سنگین، فروش تسلیحات نظامی چند میلیارد دلاری به کشور عربستان، تجهیز این کشور به انواع اقسام تسلیحات پدافندی، آفندی، زمینی و هوایی و همینطور کشور امارات و اتفاقاتی که در عراق افتاد، چیزی خارج از اینو نمیتونه به دیگران نشون بده که در اون منطقه جنگی شکل خواهد گرفت که آمریکا این بار دخیل نیست. یعنی شما نیروی نظامی آمریکایی رو در گام نخست نخواهید دید. اما به مرور زمان و با یک سری حوادث و اتفاقات شوم دیگر در خاورمیانه، خصوصا در جنوب شرقی ایران، در جنوب ایران و در فلات ایران، شما شاهد این خواهید بود که نیروهای آمریکایی هم وارد عمل خواهند شد. اتفاقاتی که در طول این مدت رخ داده، بعد از جنگ 11 روزه اسرائیل و لبنان که تمام پوانها و آتوهایی که اسرائیل لازم داشت که ثابت کنه این موشکهایی که از لبنان داره، از غزه داره شلیک میشه به اسرائیل، همه متعلق به جمهوری اسلامی است و سپاه تروریستی جمهوری اسلامی در اختیار فلسطین و لبنان و اینا قرار داده، در اختیار غزه قرار داده که به ذهنشون تا آتو داشته باشن که حمله بکنن، ما شاهد یک اتفاقات دو سه روزه بودیم در ایران. در فاصله دو سه روز یک سری اتفاقات رخ داد. زمانی که راکتور هسته‌ای نتنز رو زدن داغون کردن، اسرائیل قبول کرد مسئولیتش رو، گفت ما این کاری کردیم، و جمهوری اسلامی هم در نهایت مجبور شد بعد از یک سری افشاگری هایی که شد بیاد بگه نه، یک ایرانی بود و قبل از اینکه اصلا این اتفاق رخ بده از ایران فرار کرده، یا بعد از کشته شدن و املت کردن فخری‌زاده هم شاهد همین مسائل بودید. اما چرا ما باید شاهد باشیم که در بدترین شرایط اقتصادی، نظامی، امنیتی برای جمهوری اسلامی در داخل کشور، در جامعه بین المللی، در خاورمیانه و خصوصا از شمال غرب، ایران، جمهوری ایران با نام جلی جمهوری آذربایجان و پانهایی که هستن و همینطور عربستان و امارات، یه دفعه می‌بینیم جمهوری اسلامی دست میزنه به خودزنی. بزرگترین ناو پشتیبانی و تدارکاتی خودش رو غرق میکنه. شاید خیلی ها فکر کنن که خب بدن این که این ناو در زمان حکومت شاهنشاه آریامهر خریداری شده، قدیمی شده، فرسوده شده، دچار مثلا زنگ‌خوردگی شدید دریایی بوده و نتونستن بازسازیش کنن و در نهایت غرق شده. اما نه، این ناو در 1395 به آب انداخته میشه با بازسازی و تغییرات عمده‌ای که بهش میدن، سیستم های داخل برج سکانداری کشتی رو عوض میکنن، اصطلاحات تخصصیشو نمیدونم، اما در زمانی که خریداری شده بوده همه منوئل بوده، همه رو عوض میکنن، سیستم رادار، سیستم پدافنده موقتی که داشتن چون انگلستان اون رو عروش باز کرده بوده و تحویل داده بوده، و تمام این سیستم ها رو دیجیتال میکنن، 1395 به آب میندازن. چه اتفاقی میخواد بیافته؟ ظرف 5 سال بزرگترین ناو پشتیبانی و تدارکاتی نیروی دریایی ارتش غرق بشه. ناوی که قادر بوده بیشترین تسلیحات نظامی از موشک‌های مختلف رو در 11 طبقه حمل کنه و به نیروهای خودی برسونه برای مقابله، برای مبارزه و برای درگیری. خب این هستش که یک اتفاق بسیار شوم در نیروی دریایی رخ میده، برای اینکه در آینده ما این ابزار و ادوات رو نباید داشته باشیم در جنگی که قرار اتفاق بیافته. ما در از 1979 به بعد چند دستگاه
هواپیمای جنگی خریداری کردیم. چند دستگاه به ایران در واقع به جمهوری اسلامی هواپیمای جنگنده فروختن که بیاد یک فانتوم F5 به علت آتش سوزی در کابین جلو عقب منفجر بشه و دو خلبان هم کشته بشن و یک فروند هواپیمای جنگی هم از آمار نیروی هوایی ارتش کاهش پیدا بکنه. و همینطور همزمان در فاصله دو روز این اختلافات میبینیم که پالایشگاه تهران هم آتیش میگیره، با میلیاردها دلار خسارت مواجه میشیم، از ناو جنگی، از هواپیمای جنگی، از پالایشگاه تهران، تندگویان تهران. تمام اینها رو که شما جمع بکنید با هم نشان دهنده چند مورد هست. یک، این که خب همه میدونن آخونده گفتن اگر قرار باشه ما از ایران بریم، ایران رو به تلی از خاکستر بدل خواهیم کرد، یعنی ایران آبادی رو شما دیگه نخواهید دید، اینو باید برید تو خواب ببینید. دو، این که طبق دستورات اربابان جمهوری اسلامی از اسرائیل و آمریکا و بقیه و اتحادیه اروپا، تمام تسلیحات نظامی که احتمال داره نیروهای نظامی از جمله و شاخص اونها ارتش برای حفظ تمامیت ارضی کشور برای خیلی از اتفاقات ازشون بهره ببره رو باید نابود کنن و بدون تسلیحات، بدون امکانات آماده یک حمله نظامی خارجی باشیم. جناب قاسم، من تا اینجا سر صحبت رو باز کردم، برگشت با شما. بله، سپاسگزارم از دوستان. مهران جان اگه تونستید تنظیمات برو یه مقدار تصویر جا کن. بله لطفاً دوستان عزیز که توی فیسبوک و توی یوتیوب دارید برنامه رو میبینید، یه بار دیگه حتماً برنامه رو همین الان توی گروه ها شیر کنید، توی مسنجر بفرستید و توی تلگراماتون برید لینک یوتیوب رو حتماً بردارید و پخش کنید. این برنامه نمیدونم جام که آنکون فهمیدی توی کلاب هاوس داره انجام میشه، من برام نوتیفیکیشن نیومد، اگر هست منم اونجا دعوت کنم، اکانت منم بیاد اونجا بالا و دوستان برید. حالا در ادامه سعی میکنیم جناب جمالپور لینک کانال های صفحات کلاب هاوس رو بذار برای دوستان. البته اینم بگم به شما دوستان، این فضاهای مجازی که داره ایجاد میشه حالا پشت سر هم، ما سعی میکنیم توی همه شون بریم که بتونیم حرفمون رو بزنیم. شما قاسمی توی کلاب هاوس دعوتت کردم، دعوت رو قبول کن. بله، و بتونیم اون جذب نیرو رو داشته باشیم، چون اگر نیروهای وطن پرست هر کجایی که هر فضایی که یا هر تجمعی که یا هر جریانی که به قول معروف انجام بشه، اگر نیروهای وطن پرست نرن، مطمئنن اراذل رو باشه جمهوری اسلامی همه جاشو گروه میکنن و برای من چیز نمیده. من آنجان برحال چون منم زیادم به این کلاب هاوس هنوز آشنایی ندارم به اون صورت، ولی خب چیزی برای من نمیده، اگر اومد چشم. من چند تا مطلب رو اولش بگم. خیلی از دوستان توی این چند روزه در توی این چند وقتی که ما برنامه نداشتیم پیام میدادم به برگاه های رستاخیز، به صفحه خود ما، که آقا چرا برنامه نمیذارید، چرا نمیاد، چرا صحبت نمیکنید و چرا ساکتی، چرا کنارید، چرا نیستید و از این نوع صحبت ها. ما حالا توی مسنجر و توی پیام‌های خصوصیشون بهشون جواب دادیم، اما همیشه ما تو رستاخیز سیما گفتیم، اول صحبت من گفتم، ما معمولا وقتی میایم برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنیم، اسنادی رو ارائه میدیم، تا چندین گام جلوتر سناریوها و پروژه‌ها رو برای دوستان تعریف می‌کنیم، میگیم داره چه اتفاقی می‌افتاده، چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر کسایی که برنامه‌های رستاخیز سیما رو دنبال کرده باشن میدونن اتفاقاتی که امروز داره توی کشورمون ایران توسط جمهوری انگلشان آخوندی میفته و توی منطقه خاورمیانه داره میفته، حتی توی آمریکا و جاهای دیگه افتاده، ما اینا رو ماها پیش و بعضیاشون هم سال گذشته ما به اینا اشاره کردیم، گفتیم این اتفاقات گام به گام میفته. متاسفانه اون چیزی که باید، البته اینم بگم، گفتن ما مستلزم اینه که گوش شنوایی هم باشه و بهش عمل بشه و به فکر چاره باشه. ما اینی که بدونیم چه اتفاقی میفته، جلوتر بدونیم چه اتفاقی میفته و نتونیم توی اون مسیرش کاری انجام بدیم، در حقیقت فایده نداره. اما اگر بدونیم چه اتفاقی داره میفته و بتونیم پادزهرش رو آماده کنیم و جایگزینش رو آماده کنیم و برای مقابله باهاش بتونیم حرکتی راه بندازیم، اونجا موفق میشیم. یکی از کارهایی که رستاخیز سیمرغ کرده همیشه همینه که میاد اون چیزایی که باید بگه رو میگه، منتها عده‌ای باید باشن، گروه‌ها، جریان‌ها، افرادی باید باشن که بیان پشت این مسائل رو بگیرن و براش فکر چاره کنن. این بسیار بسیار مهمه که این اتفاق بیفته. اما
مطالبی که ما در مجموعه برنامه‌های طرح میثاق ولایت اگر دوستان به خاطر داشته باشن، حدود یک سال و نیم پیش یا شاید هم دو سال پیش ما اومدیم یه سری مسائل رو برنامه‌ها رو مطرح کردیم، سناریوها رو گفتیم. بعد از مدت‌ها، بعد از چندین مدت بعدش یکی یکی اون اتفاقات افتاد، از حذف کروکودیلا توی قم که حالا جامعه روحانیان نمیدونم مبارز بهشون میگن، از حذف قاسم سلیمانی و و و انواع اقسام جکوژنورایی که دیدید، تا جایی که این هم گفتیم و الانم در آینده نزدیک بهش خواهید رسید، ما در همون طرح میثاق ولایت حتی جرم هایی که برای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده هم اعلام کردیم که دیدید الان اخیرا اتفاقاش داره میفته و بعد از این انتخابات یا انتصابات جمهوری اسلامی شاهد دادگاهی ها و خیلی از مسائل دیگه، مهرهایی که در اختیار و در خدمت جمهوری اسلامی بودن توسط خود جمهوری اسلامی خواهید بود که این اتفاق خواهد افتاد. برای که اگه خاطرتون باشه ما اصلا هشتک جنگ گودزیلاها و جنگ لاشخورها رو بچهای رستاخیز سیمرغ و دوستان اومدن مطرحش کردن، در موردش صحبت کردیم، چون جنگی که در داخل ایران اتفاق افتاده بین دو نماینده مافیاییه که برای بقای خودشون می‌جنگن. این دفعه دیگه برای بقای هر دو با هم نیست، برای بقای یکی از این جریان هاست که توی اون طرح میثاق ولایت ما بهش اشاره کردیم، مطالبش هم گفتیم و صحبت از سه آخوند کردیم. اگه یادتون باشه ما تو مجموع برنامه های رستاخیز طرح میثاق ولایت صحبت از سه آخوند کردیم. من سعی میکنم این طرح میثاق ولایت رو تو دو بخش خارجی و داخلیش توضیحات شو بدم. اول میرم رو بخش داخلیش که ما گفته بودیم الانی که شما دارید این برنامه رو میشنوید سال 1400 به قول معروف، ما یک سال و نیم دو سال پیش گفتیم، اما الان این صحبتایی که داریم ما انجام میدیم تا 1401 و 1402 رو ما داریم میگیم چه اتفاقی قراره توی ایران بیفته، اینا رو ما داریم میگیم. بعد میشه خوراک یه سری رسانه‌ها و یه سری از این افرادی که توی تلویزیون‌های لس آنجلس و این برنامه الافر فقط میان مطرح می‌کنن بدون اینکه بدونن چی دارن میگن، فقط میان از یه سری کلید واژه‌هاش استفاده میکنن و اصلا جریان رو میبرن توی باقالی‌ها. اما این صحبت ها مال 1401 و 1402 که اگر ما مردم همچنان دنبال بازی که در بخش دوم، یعنی در بازوی دوم طرح میثاق ولایت که در خارج از ایرانه، ما مردم و ما مخالفان در اون قسمت فریب اون بازی رو بخوریم، این کلاه این گشادی در این یکی دو سال آینده سرمون خواهد رفت. ما در طرح میثاق ولایت صحبت از سه آخوند کردیم، گفتیم سه تا آخوند هستن در ایران که این سه تا نماینده جریانی هستن که قراره بعد از جمهوری اسلامی ایران رو ببرن تو مرحله که دلشون میخواد و جریان اصلاح طلبی که باز رستاخیز سیمرغ برای اولین بار مطرح کرد که شخصی به نام سروس و مافیایی به نام سروس پشت این جریان هست، از نور چشمیش که محمد خاتمی باشه تا اون یکی مدراتور اون پشت پرده هاشون که هومن مجد خیلی از افراد باشن، اومدیم اینو ما مطرح کردیم و الان خیلی جالب حالا در ادامهش میرسیم که جمهوری اسلامی فوکوس کرده فقط روی جورج سروس. تا قبل از اینکه رستاخیز سیمرغ اسمی از سروس بیاره و اسنادش رو ارائه بده، جمهوری اسلامی مستند در مورد سروس و نقش سروس پیاده نمی‌کرد، اما از اون روزها نزدیک 10 15 20 تا مستند ساخته که همش می‌خوره به جورج سروس و اتفاقا همش هم می‌خوره به اصلاح طلبان که در ادامهش می‌رسیم و اتفاقا همش هم تایید حرفای رستاخیز سیمرغ در 4 5 سال گذشته است. بسیار مهمه، نه اینکه جمهوری اسلامی بیاد تعریف کنه، اما جمهوری اسلامی داره اسنادی رو ارائه میده که حرفایی که 5 سال پیش 4 سال پیش در رستاخیز سیمرغ گفته شد یکی یکی داره ثابت میشه. این بسیار بسیار جای به قول معروف نکته مهمیه که دوستان باید بهش توجه کنن. یکی دو تا مستنداش هم خودمون در ادامه نشون. اما صحبت از سه آخوند کردیم که این سه آخوند بازیگران اصلی ایران، در حقیقت بازیگران اصلی هستن که در ایران قرار نقش عبور از جمهوری اسلامی به سوی جمهوری فدرال یا جمهوری ایرانی یا جمهوری دموکراتیک یا هر کوفته زهرمانی که پشت جمهوری بچسبونید، این سه آخوند مسئولشن. یک، مشتبه خامنه‌ای، دو، حسن خمینی و سه، ابراهیم رئیسی.
ما راجع به این سه تا آخوند در تل میسال ولایت و زیر مجموعه های این جریان صحبت کردیم. اما حالا من میخوام یه بخشی رو راجع به این سه تا آخوند توضیح بدم و بعد بریم در ادامه چیزی که من میخوام انجام بدم و جناب کمالپور به مستنداتی میرسیم که به اونا نشون دو خواهیم داد. اخیراً شما دیدید قبل از اینی که انتصابات جمهوری اسلامی کلید بخوره، در فضای اپوزیسیون بسیار تنور این انتصابات داغ بود. یعنی جمهوری اسلامی خودش خفه خون گرفته بود، اما اپوزیسیون تنور انتصابات رو داشت گرم می‌کرد. از معصوم قمیش بگیرید تا بقیه از رباشون توی فضای مجازی و این گروه حکا و برنامه‌ها و افرادی که دارید می‌بینید و این تنور رو داغ کردن. اما یه اتفاقی افتاد و شما دیدید مثلا یه شخصی به اسم حسن خمینی که شاید خیلی از دوستان فکر کنن حسن خمینی که کاری نیست، الان حسن خمینی رو اصلا کسی پیغام بارش نمیکنه و فلان و این حرفا، در صورتی که اینجوری نیست دوستان. حسن خمینی یکی از اصلی ترین جناح در اقتصاد ایران رو در اختیار داره. یعنی همینقدر که خامنه ای نقش مستقیم در ویران کردن و اقتصاد ایران داره، حسن خمینی هم در کنار دستش یک امپراتوری داره که الان شاید این مسائل برای اولین بار داره گفته میشه، یک امپراتوری داره تحت اسم امپراتوری آستان خمینی. یعنی چی؟ یعنی مجموعه قبر خمینی رو شما نگاه کنید، یک کمپانی ثبت شده، زیر مجموعه هایی داره، شاخه هایی داره، شرکت های مختلفی داره که از شیر مرغ تا پرده بکارت چینی توسط مافیایی که زیر دست حسن خمینیه و باند خمینیه داره اداره میشه و داره داخل ایران وارد و از ایران خارج میشه. اما این از دید مردمان به دوره، در سایه است. یعنی همون حکومت در سایه ای که علی خامنه ای داره، این همون حکومت سایه هم حسن خمینی داره. اما شما در سیاست، در صحنه سیاسی ایران تا قبل از این انتصابات شما چیزی از حسن خمینی نمیشیدید. سال یک بار میآوردنش سر قبر خمینی، سر گور خمینی، چند دقیقه صحبت میکرد و خدافظ خدافظ. و دوستان فکر مثلا مردم ایرانی ها فکر میکردن که نه بابا این مثلا کاری نیست، از چرخه قدرت به دوره، در صورتی که نیست، یکی از مدراتورهای چرخه قدرت در ایرانه که بخش اقتصادی در اختیارش. قبل از این انتصابات شما میبینید حسن خمینی یه دفعه میاد اعلام میکنه که من رفتم با علی خامنه ای صحبت کردم، علی خامنه ای گفته شما صلاح نیست در انتخابات شرکت کنید و یه دفعه موج خبری در مورد حسن خمینی ایجاد میشه، چه در داخل چه در خارج از کشور. و بعد توی این کش و قوس رد صلاحیت ها و صلاحیت ها و این مسائلی که انجام شد داخل ایران، شما میبینید هم حسن خمینی شمشیر رو به صورت علنی برای دار و دسته خامنه‌ای میکشه و هم دار و دسته خامنه‌ای شمشیر رو بر علیه حسن روحانی میکشن. اینا رو اینجا بگم باز، این سه آخوندی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، یعنی حسن خمینی، ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای، دور یک میزی نشستن و با همدیگه معامله کردن. در حقیقت این سه نفر بازیگردان صحنه سیاسی ایران در سالهای آینده خواهند بود و این دعواهایی که الان دارم من بهش اشاره میکنم، اینا دعواهای زرگری و مدیریت شده و سوریه. برای چه اتفاقی؟ برای یه اتفاق بسیار بسیار مهمی که در ادامه بهش میرسم. مهران جان اگر لطف کنی این صحبتهای حسن خمینی و مهدی طاهر که برادر حسین طاهر رئیس اطلاعات سپاه و یکی از یاران اصلی مجتبی خامنه‌ای، یه دو سه تا ویدیو هست، این جواب میده، اون حرف میزنه، اون جواب میده، این پاسخ میده، این دو سه تا ویدیو رو لطفا پشت سر هم بذار بره، من برگردم یه توضیح بدم بعد شما ادامه بده. هستی مهران جان؟ بله هستم. سه امام هست، جمهوری اسلامی است، حکومت اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی مردم باید حاکمان خود را انتخاب کنند.
یه شخصی از جهت شناخت، درایت، امانت و تقوای لازم ظلم به ایشون باید شهادت داد. I must attest that هم به اصول و قواعد سیاست و هم به توانایی شخصی از جهت شناخت، درایت، امانت و تقوای لازم in other areas and is ظلم به ایشون injustice to him alone. That is unjust. ایشون بود به صلاحیت نیست بیاید ایشون بود بشین. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو معلوم نبود ایران را به کجا میرسوندید. شما خیلی خوبه نوه امام که بری اون رنجنامه پدرت رو بخونی عبرت بگیری از تاریخ. شنیدم اون نوه امام گفته اگر من جای اینا بودم استعفا میدادم. حالا آدم متوجه میشه که چرا مقامات رهبری به ایشون بود به صلاحیت نیست بیاید ایشون بود بشین. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندید. شما خیلی خوبه نوه امام که بری اون رنجنامه پدرت رو بخونی عبرت بگیری از تاریخ. باز بعضی اینجور وانمود کنن که اگر بخواییم روابط اسلامی رو رعایت کنیم با مردم سالاری قابل جمع نیست. اینم جزو حرفهای دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ملت ایرانه. بعضیا دلسوزی میکنن برای مردم سالاری که آقا مردم سالاری از بین رفت. اینا در واقع مردم سالاری رو خیلی برای مردم سالاری دلسوزی نمیکنن. اینا میخوان ریشه اسلامیت رو. باز بعضی اینجور وانمود کنن که کلیاتی که از امام یاد گرفتید رو دست ندید. هنر امام شاعریش نیست، هنر جمع کردن کسرات در یک وحدت انقلاب هنره، چون همه با هم شدن. هنرمند این هنر امام بزرگوار ما کمتر به رهبر اومده اینها رو برای مردم بگیر بزن. این همه با هم بودن، این مردم بودن، این همه چی به اتکای مردم بودن، یک به علاوه یک دو نیست. کلیاتی که از امام یاد گرفتیم رو دست ندیم. هنر امام به شاعر. بله بفرمایید جناب قاسم. البته من فکر کنم جا به جا پخش شد اینا یا دوبار پخش شد تا جایی که من داشتم روی تصویر اینا. من به احوال دوستان بازی از چه قراره؟ صدای من میاد جناب قاسم خوب؟ بله بله صدات هست. بازی از این قراره دوستان. یک نفر که مشتبه خامنه ایه، البته اینو شما بگم چیزی به اسم علی خامنه ایه، اون علی خامنه ای که میشناخته وجود نداره. این شخصی که علنی که اینجا میبینید نشسته، این یکی از بدلاشو به اسم میرتاهر رو نمیدن میرقادر و میرباقر کیه. این شخص در حقیقت بدل خامنه ما در همون طرح میثاق ولایت که اسنادی که ارائه دادیم و صحبتایی که شده بود و افشاگریایی که اون موقع معمودی یا محمود کوچولو یا محمود هم انتری نژاد نشون پخش کرده بود، اسنادشو که ارائه دادیم اینجا شد که علی خامنه ای دیگه وجود خارجی نداره. حتی اون نامه‌ای که محمود احمدی نژاد به اون کروکودیلای قم می‌نویسه در همین مورد هم صحبت میکنه. قبل از اونم اگه یادتون باشه در دوره قبلی که رد صلاحیت کردن محمودی رو اومد گفت که اگر علی خامنه ای زنده است خودش بیاد به من میگه که شرکت نکن. یعنی چی؟ یعنی من اسناد اطلاعاتم رو میکنم که بعدش هم رو کرد بخشش. حالا به قول معروف رئیس اصلی یا پایه اصلی که پشت پرده است مجتبی خامنه ایه. انچوچک یا خر مشرجلی که قراره این وسط نقش حمالی رو بازی کنه ابراهیم رئیسیه، شریک اون ارباب حسن خمینیه. شما نگاه کنید مهدی طاهر، این آخوندی که به قول معروف قیافش هم الان دیدید، این آخوند انقدر به قول معروف پشتش قویه و انقدر قشنگ بهش گفتن نترس این حرفا رو بزن که میاد به این راحتی میگه اون نوه امام برو رنجنامه پدرت رو مثلا پدرش احمد خمینی باشه که
همین علی خامنه ای اتفاقا سرش رو زیر آب کرد برای که خودش رهبر بشه و اتفاقاتی که افتاد، یعنی عملا یا علنا به حسن خمینی گفت که خط کشی ما اینجاست، حواست باشه به سرنوشت پدرت گرفتار نشه. اینها بازی است برای عوام فریبی ما ملت که در آینده از این بازی و از این دعوا چه استفاده ای رو ببرن که بسیار بسیار مهمه. بعد از این صحبت‌های حسن خمینی و علی خامنه ای و حسن خمینی و علی خامنه ای و اون بدر علی خامنه ای، شما ببینید در سطح اپوزیسیون نیروهایی هستن یا افراد نفوذی هستن مثل امیر عباس ننگاور و نمیدونم یه مش آتش‌خاله‌ای که در موردش دارید میبینید توی فضای مجازی هستن و دارن حسن خمینی رو به عنوان رهبر اپوزیسیون، دقت کنید، رهبر اپوزیسیون داخل و خارج ایران معرفی میکنن. حالا زیر مجموعه این رهبر کیا باید بشن؟ اون بخش دیگه از نیروهایی در اپوزیسیون داخل و خارج هستن مثل اقرس پشکویی و بقیه ارازلوباشون که اگه دقت کرده باشید در این چند مدت گذشته همشون رفتن پشت محمود احمدی نژاد و یه جورایی دارن از محمود احمدی نژاد حمایت میکنن، مثلا در ظاهر که آقا این اومده مخالفت کرده پس ما بریم پشت این بر علیه اون. فریب و دوستان خوب دقت کنید، در نهایت حسن خمینی بشه یک قطب مخالف جمهوری اسلامی در داخل، زیر مجموعهاش از احمدی نژاد و ابوالفضل قدیانی و زیبا کلام و ایکس و ایگرگ و تاجزاده و ماجزاده و بقیه اراذل روباششون بیان زیر بلیت حسن خمینی و حسن خمینی بشه فرمانده یا رهبر نیروهای مخالف داخلی و خارجی در مقابل مجتبی خامنه‌ای که پشت ابراهیم رئیسی ایستاده. دقت کنید، حسن خمینی، مجتبی خامنه‌ای، این وسط یه انچوشکی هست به اسم ابراهیم رئیسی. حالا به شما میگم در ادامه نقش ابراهیم رئیسی چه خواهد بود و این سه آخون چگونه آینده ایران رو طبق سفارش ارباب، طراحی ارباب، اینها میخوان پیاده و اجرا بکنن و از چه فریب‌هایی استفاده کنن که به قول معروف 50 سال دیگه جمهوری اسلامی اسلامیش بره، جمهوری فدرال ایرانی، جمهوری دموکراتیک بیاد سر جاش و بعدش هم نابودی ایران که اصلا تردیدی درش نیست. بفهمید مراجع دوستان لطفا قبل از اینکه من با شما آمدم حتما یه رو دیگه الان برنامه تو فیسبوک پخش کنید، مطالب خیلی خیلی مهمترش مونده در ادامه. بفهمید. خواهش میکنم. خدمت عرض کنم دوستان، ما چند ده بار در برنامه های مختلف گفتیم انتخابات در هیچ کشوری در دنیا، اونم روی ریاست جمهوری، بدون برنامه ریزی قبلی مافیا امکان پذیر نیست و صورت نمیگیره. و امروز ما میخواییم اینو به شما ثابت کنیم که چه اتفاقاتی قبلا رخ داده و در داخل کشور ما چه اتفاقاتی میخواد رخ بده. اما فکر میکنم از اونجایی که حافظه تاریخی ما خیلی کوتاست، ما ایرانی ها منظورم هست، میخوام دوباره یک مسئله رو توضیح بدم که 6-7 سال پیش وقتی در گفتگوهای شبانه در تلگرام من عنوان کردم که جمهوری اسلامی وجود ندارد، جمهوری اسلامی عملا مرده و یک نشی از متحرک مافیا دارن تکونش میدن، کشورهای نگهدارنده دارن نقش ایفا میکنن این وسط، خیلی ها من حمله کردن، خیلی ها توهین کردن بماند. اما چه اتفاقی باید رخ بده تا یک ملت به واقعیت فکر کنه و بهش برسه؟ سیستم‌های امنیتی و جاسوسی در جهان در سال‌های 1973 به بعد به این نتیجه رسیدن که شاهنشاه آریامه و حکومت پادشاهی در ایران به ضرر منافع کشورهای قدرتمند و بسیاری از کشورها در خاورمیانه از جمله اسرائیل هست. برنامه‌ریزی‌های بسیار کلان با هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آوری رو ترتیب دادن و در نهایت در 1979 موفق شدن حکومت پادشاهی رو سرنگون کنن، شاهنشاه ایران از ایران خارج شه، جمهوری اسلامی برگرده. برای اینکه این اتفاق رخ بده بایست با یک سری از ارزش‌هایی که در حکومت پادشاهی از زمان رضاشاه بزرگ بهش تکیه شد، براش هزینه شد،
براش وقت گذاشتن و شروع کردن پروموت کردن دوباره اون که ناسیونالیست ایرانی بود و از صحنه اذهان عمومی پاک کنن و به جای یک ارزش ایرانی یک ارزشی دیگری رو جایگزین کنن تا اون بشه آلترناتیو ارزش اصلی. در این بحبوه چیزی پیدا نمیتونستن بکنن غیر از اسلام و اینکه روح الله خمینی رو علم کردن و آوردن یک ارزش فکر غیر ایرانی رو جایگزین ارزش ایران شهری ما کردن و یک سری از روشن فکر نماهایی که از گردونه قدرت به دلیل خیانت‌های متعدد به خاطر حملات تروریستی که انجام میدادن، عملیات‌های تروریستی خرابکارانه‌ای که انجام داده بودن، از خیلی از گردونه‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی، صنعتی، اداری و سیاست کنار گذاشته شده بودن، به این قضیه دامن زدن که بیان دوربر خمینی بچسبن و بر علیه حکومت شاهنشاهی و شاه ایران قیام کنن. در نهایت سیستم های امنیتی چیزی رو که تبیین کردن به مرحله ظهور رسید در کشور ما، یک حکومت غیر ایرانی با قتل و غارت و خونریزی با تخریب وارد کشور شد و تا به امروز ما چیزی به غیر از نابودی ایران به غیر از قتل عام ازشون ندیدیم. اما سیستم امنیتی و سیستم های جاسوسی که جمهوری اسلامی رو آوردن از روز تولدش میدونستن که چه زمانی باید جمهوری اسلامی از کشور بره بیرون و نابود میشه و نمیتونن بیشتر از اون تایم نگرش دارن. این برهه زمانی خروج از ایران یک تلورانس، یک پریود و یک اختلاف تایمی بین 3 تا 7 سال داره و امروز به این قطعیت رسیدن که دیگه تایمش کاملا اون 7 سالش هم گذشته، باید بره بیرون. دنبال آلترناتیو میگشتن. در طول این مدت اومدن برای میهن‌پرستانی که دغدغه‌شون سرنگونی جمهوری اسلامی، گذر از جمهوری اسلامی به صورت بدون خشونت و از راه نافرمانی مدنی بود و دنبال این بودن که به هر قیمتی تمامیت ارضی کشور را حفظ کنن، یک سری وحشت‌هایی را از طریق هزینه‌های هنگفت مالی تسلیحاتی ایجاد بکنن. پرواز دادن به پانهاد از شمال غربی کشور، از تا بگیرین جنوب غربی کشور، شرق و جنوب شرقی. هزینه های هنگفتی کردن برای گروه های صادراتیشون، چهارشنبه سفید را انداختن، برای آزادی حجاب کمپین زدن، روسری برداشتن بردن تو خیابون ها بالای سرشون گرفتن که بگن آقا زن ایرانی دنبال حقوق برابر بین زن و مرد نیست. همین که حکومتی باشه به اینها آزادی حجاب بده، همین که حکومتی بیاد در لوای نام دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد به زنهای ایرانی اجازه ورود به استادیوم فوتبال رو بده، همین کفایت میکنه. بقیه چیزا رو زنان ایرانی نمیخوان. اینکه حق حضانت فرزند با خانوم ها باشه، اینکه در طلاق خانوم ها هم مانند آقایون حق تصمیم گیری داشته باشن، اصلا زن ایرانی لازم نداره. کاری که امثال معصوم قومی ها با ماهیت زن ایرانی کردن و خیلی از این بیخردهایی که در دل اپوزیسیون نشستن نفهمیدن و رفتن بهش پرواز دادن، جدا از شاهزاده رضا پهلوی و خاندان ایرانساز پهلوی که اونها به دلیل اینکه پدر ایران، پدر معنوی همه ما ایرانی ها هستن، با هر کسی میتونن هر کاری که دلشون بخواد بکنن. نقطه نظرات من نسبت به افرادی هستن که در دل اپوزیسیون شمشیر میکشن برای این و اون، سینه چاک میدن و خیلی ادعای خود بزرگ پنداری و دانشمندی میکنن هست. در نهایت این اتفاقات و این همه هزینه شد که شاکله اصلی دادخواهی و آزادی خواهی ملت ایران، چه زن چه مرد، همه بره در یک باطلاقی گم بشه و مخفی بشه و دیده نشه. چرا؟
برای یک همچنین روزی که باز ارزش‌هایی که در دل جمهوری اسلامی در دو دهه اول رشد کرد، از جایی که شروع شد خمینی رو در ماه دیدن، از اینکه ریشه نمیدونم کیو در لای سوره بقره در قرآن دیدن، از اینکه امام ساختن‌ها از امام 12 فعلا رسیدن به امام 14، خب اینها شد یک سری ارزش که پروسه ارزش سازی و آلترناتیو سازی برای ارزش جدید بین 15 سال تا 20 ساله، چون سن بلوغ سیاسی که میاد به عرصه سیاست، میاد به عرصه جامعه و حق‌خواهی میکنه، حقوقش رو مطالبه میکنه، بین 15 تا 20 سال هست. و در این میان ما شاهد این هستیم که مافیای جهانی شروع میکنن به شکل دادن برای همون پروژه‌ای که به اسم میثاق ولایت طراحی شد. تا امروز اسم علی خامنه ای رو روی دوششون کشیدن که بگن دیکتاتور بزرگ علی خامنه ای هست. دوستان دقت کنید، در دنیای سیاست هر نقطه‌ای در هر جایی که دیدین دارای تعریف و تعبیر و معنی خاص خودشه، حتی اگر اون دوتا نقطه از نظر ابعاد و اندازه و شکل با هم یکسان باشه، مطمئن باشین در جاهای مختلف معانی مختلف خواهد داد. حالا در طول این مدت اینا ثابت کردن به مردم ایران که آقا شما حقوقتون رو فقط از علی خامنه ای مطالبه کنید. چرا؟ چرا علی خامنه ای؟ من ایرانی حقوقم رو از حکومتی میخوام که علی خامنه ای به عنوان رهبرش هست. قطعا از رئیس جمهوراش هم میخوام، از تمام وزراش هم میخوام، از تمام نمایندگان مجلسش هم میخوام، از تمام فرماندهان انتظامی و نظامی و تمام قواش من حقوقم رو مطالبه میکنم. قرار نیست من علی خامنه ای رو دو دستی بگیرم بقیه رو رها کنم، نه. ولی اینها جو رو میسازن به دلیل اینکه در بزنگایی که قراره جمهوری اسلامی بگن تمام فاتح، حالا آقایون خانم ها مردم ایران، دیکتاتور اصلی که علی خامنه ای بود سقط شد، تمام کردیم از زیر خاک فاتح. ما که مقصر نبودیم، همه اینا بر اساس حکم حکومتی از طرف علی خامنه ای بوده. اگر ما انجام نمیدادیم ماها رو هم میکشتن، ما هم تحت فشار سیستم های امنیتی حفاظت سپاه بودیم، سیستم امنیتی وزارت اطلاعات بودیم. آقا ما که گناهی نکردیم. آقا علی خامنه ای دیوانه، دستور داد شما بچه های مردم رو بکش، شما چرا کشتی؟ در همین انتصابات اخیرشون جالبه، جمهوری اسلامی تنها حکومتی در جهان هست که ثبت نام کنندگان انتخابات خودشونو رد صلاحیت بهشون میدن و این رد صلاحیت ها به کسانی هست که در رأس امور دارن در کشور صاحب امضا هستن و حکمرانی میکنن، یعنی به صاحب منصباشون میگن شما رد صلاحیت شدی، ولی آقا معاون رئیس جمهور هر کاری دلش بخواد میتونه تو ایران بکنه. خب زمانی که مطلبی که جناب قاسمی اشاره کرد اتفاق بیافته و بگن مرگ علی خامنه ای، همیهنان ما در داخل ایران بلند میشن و میگن دیکتاتور اصلی مرد. بحثایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنه به قدری عمیق، خیلی ها برای اینکه بحثای شاهزاده رو بکشن توی یک جاهایی که مردم نفهمن شاهزاده داره چی میگه، دست به 1001 فیلم میزنن. و خیلی از صحبتایی که من امروز به شما با ضرس قاطع میگم، برخی از مطالبی که شاهزاده، من اینو از عقل خودم میگم، من و جناب قاسمی بارها اشاره کردیم نه با شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط هستیم، نه با دفتر ایشون در ارتباط هستیم، نه کاری داریم نه چیزی. ما دو نفر سربازیم برای آزادی کشورمون، هر راهی رو که فکر کنیم درسته میریم تا از جمهوری اسلامی گذر کنیم.
دنبال اینکه دیگران خوششون بیاد یا بعدشون بیاد نیستیم، دنبال ژیانه هم نیستیم که پشت سر خودمون یدک بکشیم مثل جمهوری اسلامی و سرانشون که تو رفاقت و رانت بازی ایرانو نابود کردن. الان هم بسیاری از قدیمی هایی که در اپوزیسیون هستن اتفاقا میهن پرستن هستن، دقیقا این جمهوری اسلامی هنوز دنبال رفیق و رفیق بازی هستن. از این گروه نفر برمیدارن میارن یه گروه دیگه را میندازن، از اینجا میرن یه گروه دیگه را میندازن، فاقد دانش روز نسبت به اتفاقات کف خیابون در داخل ایران هستن و مردم رو گشتن سر کار. صحبت هایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنه خیلی ها میان بعضی قسمت هاشو دو دستی میگیرن، مثلا همبستگی. من مطمئنم که شاهزاده رضا پهلوی در دلش به حماقت اینجور افرادی که بیخرد هستن قهقهه میزنه، میخنده، میگه شما چرا اینقدر احمقید؟ روزگاری که در داخل ایران زندگی میکردید، روزگاری که ایران در روزگار خوش بود، تمام این گروه ها و احزاب مثلا روشنفکر نمای آن روز با دست دادن به عملیات های تروریستی با روح الله خمینی همدست شدن، ایران رو نابود کردن، حکومت پادشاهی رو نابود کردن، پادشاه ایران رو نابود کردن، همه رو نابود کردن. حالا شما برای اینکه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنی میای میری با همدستاش شریک میشی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ اینهایی که میگم ما در تقسیم قدرت فریب روح الله خمینی رو خوردیم. یعنی چی؟ یعنی خانم آقایی که به اسم پادشاهی خواهی در حماقت کامل به دنبال همبستگی با چپی و راستی و نمیدونم چریک فدایی خلق و مجاهد خلق و جبهه ملی هستی، باید منتظر این قضیه باشی. روزگاری که پاد رسید توی ایران، قبل از اینکه پاد برسه به کف خیابون تو فرودگاه سرت بره بالای دار. صحبت کن الان من برمیگردم سعید جون. نه تصویر فریزه. الان میاد، الان درست میشه. خب عزیز دوستان، نمیدونم از صدای من دارین یا نه، لطفاً توی فیسبوک و توی یوتیوب کامنت بذارید دوستان اگر تصویر و صدا هست. بگو برم برگشت یه لحظه، اینترنت قطع باشه. بله، تو یا جانبور برگردن من ادامه صحبت قبلم رو در موردش توضیح بدم. بخش داخلی تر سال ولایت متحال نقطه عملیاتیش رو گفتم، مأموریت سه آخون ابراهیم رئیسی، حسن خمینی و مشتبه خامنه ای و مسئولیت این اپوزیسیون های صادراتی از افراد و از گروه هایی که در موردش رو صحبت خواهید کرد و کردم این مدارش رو در گنده کردن شخصی به اسم حسن خمینی. خب سعید جان ببخشید قبل از اینکه ادامه بدید، چون برنامه الان بچه‌ها، من این یه تیکه آخرم هم عرض کنم چون برنامه برگشت دوباره، اینم بگم بعد شما برو ادامه بده. بله من اینو میگفتم دوستان که تمام این اتفاقات که رقم میخوره، بله دوستان در اینستاگرام صدا هستشون، اینستاگرام از یک سیستم جدا داره استفاده میشه، ولی چون از سیستم استودیو داریم استفاده میکنیم برای فیسبوک و یوتیوب همزمان، یه مقدار به مشکل خوردیم، سرعت اینترنت کاهش بده کرد و به مشکل خوردیم. مسئله اینجاست، موقعی که اعلام سقط شدن خامنه ای مطرح بشه در داخل ایران، مردم خب چه اتفاقی میافته براشون؟ خوشحالی سرتاپای همه ما رو در بر میگیره، شک نیست، و مردم فکر میکنن خب دیکتاتور اصلی تموم شد، مرد. بابا سیستم جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا، آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین داره مدیریت میشه. جمهوری اسلامی اصلا کیلو چنده؟ زمانی که ما مردم ایران همبستگی خودمون رو از دست دادیم و متحد نشیم، در مقابل مافیا همین اتفاق میفته. یعنی چی؟ نه اینکه بیایم بریم با آمریکا و اسرائیل و اینا بجنگیم، نه، یعنی ما مردم ایران در داخل ایران، ایرانیان خارج از کشور، دوستان همینان در اومد، اصلا از ذهنتون پاک کنید. خب از ذهنتون پاک کنید، از ایرانیان خارج از کشور شما هیچ چیزی به غیر از خود بزرگ پنداری، به غیر از اینکه فکر کنن دانشمندن، به غیر از اینکه فکر کنن همه چیز دان هستن و خیلی میفهمن، نخواهید دید. در سوال امن خودشون نشستن، زیر پاشون و زیر بغلشون یکی داره باب میزنه و دغدغه‌شون الکی ایرانه.
چون اگر دغدغه‌شو ایران بود در طول این 43 سال 43 بار انقلاب شده بود، جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، مردم ایران به این فلاکت نیفتاده بود.